کلوپاترا زمانی که فرعون مصر بود با جولیوس سزار وارد رابطه شد و به او در رسیدن به قدرت کمک کرد تا اینکه در نهایت سزار به قتل رسید و کلوپاترا که عاشق قدرت بود با مارک آنتونی یکی از سزارهای قدرتمند روم وارد رابطه جدید شد و در نهایت با او ازدواج کرد و صاحب 3 فرزند شد. مارک آنتونی پس از شکست در نبرد خودکشی کرد و کلوپاترا نیز که قدرتش تحلیل رفته بود با نیش 1 مار سمی خودکشی کرد. کلوپاترا حدود 1500 سال قبل از اینکه ملکه الیزابت در انگلستان به تخت بنشیند ثابت کرد که زنان می توانند در کنار مردان سیاستمداران توانایی باشند، اما در کنار این اطلاعات که به احتمال زیاد آنها را در کتاب‌های تاریخی مطالعه کردید، چیزهای عجیب و جالب دیگری نیز وجود دارد که از کلوپاترا نمی‌دانید و قصد داریم در ادامه با هم به این موارد اشاره کنیم. به کانال حکایت زنان تاریخ خوش اومدید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید. اگر دوست داشتید نظراتتون رو هم با ما به اشتراک بذارید. اگرچه هنگام مطالعه تاریخ کلوپاترا رو با عنوانهایی مثل کلوپاترای مصری میشناسیم و طبق مستندات هم در مصر متولد شده، اما باید بدانید که اصالت خانواده کلوپاترا به مقدونیه یونان باز میگردد. کلوپاترا از نوادگان بطلمیوس یکم، یکی از بزرگترین فرماندگان اسکندر است. خاندان کلوپاترا حدود 3 قرن بر مصر حکم راندند. او در دوران کودکی نوشتن، خواندن و حرف زدن به زبان یونانی را فرا گرفت. کلوپاترا تنها یک ملکه مصری نبود. او 7 زن از سلسله بطلمیوس بود که این نام را به دوش می کشید. نام کامل او کلوپاترای 7 فیلوپارتور است که در زبان یونانی به معنای الهه پدر دوست است. کلوپاترا در کودکی پرنسس مصر بود و پدرش بطلمیوس 12 بود. بطلمیوس 12 به مهارت در فلوت نوازی شهرت داشت. باهوشی و زیرکی کلوپاترا باعث شده بود که فرزند محبوب خانواده خود شود و رفته رفته فوت و فن حکمرانی را از پدر خود بیاموزد. زمانی که کلوپاترا 18 ساله بود، بطلمیوس 12 از دنیا رفت و تاج و تخت را به او و برادر کوچکترش بطلمیوس 13 سپرد. بدین صورت کلوپاترا و برادر 10 سالش حکمرانی بر مصر را آغاز کردند. از آنجایی که او خواهر بزرگتر بود، به سرعت سلطه اصلی را به دست گرفت. اما بعدها بطلمیوس 13 بزرگتر شد و آتش قدرت در او جان گرفت، صاحب عنوان فرعون شد و کلوپاترا را از قصر بیرون انداخت. 48 سال قبل از میلاد جولیوس سزار وارد مصر شد. همزمان با این موضوع کلوپاترا خود را در یک فرش دور شده قایم کرد و مخفیانه وارد قصر شد و با سزار ملاقات کرد. کلوپاترا از او خواست که برای پسگیری قدرت از برادرش حمایت شود. سزار در جنگ نیل با بطلمیوس 13 مقابله کرد. برادر کلوپاترا پس از شکست خوردن از سزار پا به فرار گذاشت و نهایتاً در نیل غرق شد. پس از آن کلوپاترا و سزار ازدواج کردند و صاحب فرزندی به نام سزاریون شدند. کلوپاترا یک برادر کوچکتر از بطلمیوس 13 نیز داشت که پس از پیروزی در جنگ نیل بر او و نوادگانش حکمرانی کرد. او با سزار ازدواج کرد و به روم سفر کرد. علی‌رغم رابطه عاشقانه با سزار، کلوپاترا خواهان مستقل شدن مصر از سلسله روم بود. به همین دلیل از جمله کارهای مهم او به هنگام رهبری مصر قدرتمند کردن اقتصاد این کشور بود. او تجارت‌های بسیاری را با کشورهای عربی برپا کرد. سزار در سال 48 قبل از میلاد در روم به قتل رسید. پس از او 3 فرمانروا در روم قدرت گرفتند که یکی از آنها مارک آنتونی بود که کلوپاترا با او ازدواج کرد. کلوپاترا با مارک آنتونی علیه 2 فرمانروای دیگر متحد شد، زیرا کلوپاترا می‌خواست پسرش به جای اکتاوین جانشین شود. در نهایت کلوپاترا و مارک آنتونی در جنگ با اکتاوین شکست خوردند و به مصر بازگشتند. یکی از مهمترین دلایل قدرتمندی کلوپاترا محبوبیت روزافزون او بین مردم مصر بود. برخلاف پادشاهان و ملکه‌های یونانی سابق، او به زبان مصری مسلط شد و به فرهنگ این کشور اهمیت می‌داد، به طوری که از لباس‌های خدایان و اساطیر مصری در پوشش خود استفاده می‌کرد و این موضوع تا حدی در مردم مصر تأثیر گذاشت که اعتقاد داشتند او شکل تجسم‌یافته ایزیس است. همچنین در دوران قدرت این ملکه مصری، مصر توسعه یافته بود.
عکس کلوپاترا در فیلم‌ها و کارهای هنری یک زن بسیار زیباست، اما طبق شواهد او آنچنان هم زیبا نبوده است. عکس واقعی ملکه کلوپاترا را میتوان در سکه‌های مصر باستان یافت که در آنها او دماغی روزدار و خط لبخندی عمیق داشته است. به اعتقاد مردم کلوپاترا تلاش زیادی برای پذیرفته شدن توسط عوام می‌کرد. بنابراین برای تأکید بر قدرت و حق سلطنتش همیشه چهرهش را استخوانی‌تر ترسیم می‌کردند. کلوپاترا در کل چهره جذابی نداشت، اما هوش، ذکاوت و دلربایی و صدای بسیار زیبایش زبان‌زده همه بود و کسی نمی‌توانست در برابرش مقاومت کند. گرچه در مورد زیبایی کلوپاترا عده‌ای شک دارند، اما در دانش و خرد بالای او شکی نیست. جالب است بدانید که کلوپاترا به چندین زبان مختلف صحبت می‌کرد و در ریاضی، فلسفه، سخنوری و ستاره‌شناسی هم سررشته داشت. کلوپاترا همیشه برای تحت تأثیر قرار دادن متحدانش لباس‌های زیبایی به تن می‌کرد و با شکوه وارد مجلس می‌شد. وقتی به ملاقات مارک آنتونی رفته بود، با یک قایق طلا، بادبان‌های بنفش و پاروهایی از جنس نقره بروم رسید. او مانند الهه آفرودیت لباس پوشیده بود. آنتونی که خود را خدای یونانیان دیسنیوس تجسم می‌کرد، بلافاصله دلبسته کلوپاترا شد و بعدها با او ازدواج کرد. کسی از علت و نحوه مرگ کلوپاترا مطمئن نیست و داستان‌های گوناگونی در مورد آن وجود دارد. برخی از این روایات رمانتیک و رازآلود هستند. پس از شکست در آکتیوم، مارک آنتونی به امید پیروزی دوباره به میدان جنگ بازگشت و در معرض محاصره قرار گرفت. در این هنگام خبری دروغین مبنی بر مردن کلوپاترا به او رسید و خودکشی کرد. کلوپاترا نیز با شنیدن این خبر با زهر افعی خودکشی کرد. سطح تحصیلات کلوپاترا به اندازه بود که گفته می شود چند کتاب علمی به زبان المسعودی نوشته است. او برای جلب توجه عوام مصر از لباس خدایان مصری و همراه وسایل لوکس استفاده می کرد. حاضر شدن او با این ظواهر تصویر خوبی در ذهن مردم مصر از کلوپاترا ایجاد کرده بود. او 4 فرزند داشت که یکی از سزار و 3 فرزند بعدی از مارک آنتونی بود. کلوپاترا خواهرش آرسینوئه را هم رقیب خود فرض می کرد. بنابراین در سال 41 قبل از میلاد خواهرش را روی پله‌های معبدی در روم ترور کرد. کلوپاترا آخرین فرعون مصر بود. همچنین او به عنوان یکی از موفق‌ترین ملکه‌های تاریخ شناخته شده. طبق اکتشافات باستانی، برخلاف رژیم غذایی مدیترانه که شامل گوشت، ماهی و غذای ساده مردم مصر در آن زمان بود، کلوپاترا بیشتر طرفدار سبزیجات و مغزیجات بود. در متون باستانی آمده است که او در نواختن فلوت و چنگ مهارت بالایی داشت. تا کنون هیچ اثر قطعی از آرامگاه کلوپاترا یافت نشده است، هرچند عده‌ای از نظریه پردازان باور دارند که مقبره او در خرابه های تاپوسیریس مگنا است. او زنی بسیار شجاع بود، به حدی که یک ناوگان نظامی را در جنگ با رومیان رهبری کرد. مارک آنتونی تا حدی به کلوپاترا علاقه داشت که از همسر سابق خود جدا شد تا زمان بیشتری را با کلوپاترا سپری کند. او مانند بانو نفرتیتی مصری برای زینت ناخن‌های خود از حنا استفاده می‌کرد. با وجود تجربه چندین ازدواج، او از هیچ یک از همسران خود طلاق نگرفت. با سپاس از اینکه تا این لحظه با ما بودید و ما را همراهی کردید.